در جستجوی تای گل آواره جهانم، یک روز در هراتم، یک روز اصفهانم. هر جا که بود گشتم مشتاق و آرزوم، از این سر بخارا تا آن سوی سمرقند. بچه های عزیز، ما اینجا دور همدیگه جمع شدیم که بتونیم به کمک همدیگه درس بخونیم، دانش بیاموزیم. و همه شما، من میدونم با خیلی از شما موقع ثبت نام من صحبت کردم، دیدم که چقدر بعضی از شما چقدر راههای سخت رو طی کردین، پیاده اومدین، سواره اومدین، نمیدونم اونجا خیلی از شما زندگیتون بعد از اومدن طالبان اصلا خراب شده، همگی اومدین اینجا به امید اینکه بتونین اینجا باز دوباره درس بخونید. ازتون خواهش میکنم از این فرصتی که در اختیارتون هست حد اکثر استفاده رو بکنید. اون چیزی که برای درس خوندن لازم هست و خوشبختانه همه شما دارید و من در صورت شما، در چهره یک یک شما میبینم، اینه که خیلی دوست دارید درس بخونید. انگیزه برای درس خوندن در دل یک یک شما خیلی فراوان هست. آرزوی سال بسیار خوب همراه با دوستی، کتابخوانی و شادمانی برای همتون دارم. این زنگولمون هست بچه‌ها، من میگم زنگوله دوستی. امروز به صدا در میاریم. همیشه صدای این زنگوله رو که میشنوید بفهمید که دوستان خوبی دارید و اینجا جایی بود که دوست پیدا کردید، با کتاب دوست شدید، با دانش دوست شدید. زنگو میزنم من، مدرسه فرهنگ. نادر موسوی هستم، زاده روستای علی‌چوپان، شهر مزار شریف، استان بلخ. مدیر مدرسه فرهنگ و بنیانگذار نشر آمو در ایران. مدت 23 سال هست که برای کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل در ایران دارم فعالیت میکنم. زمانی که جنگ شروع شد آرامش کم کم از روستای من رفت. پدرم پیشتر از اینا در حدود سالهای 55 آمده بود ایران و اینجا کار میکرد که بعدش دیگه برنگشتن. با این اتفاقاتی که افتاد کم کم روستای ما داشت خالی میشد. یکی یکی روستایی ها بارو زندگیشون رو میبستن و خانهشون رها میکردن و میرفتن. من یادم میاد که همگی خودمون آماده کشته شدن کرده بودیم، چون با شدت درگیری رخ داد. مادرم و خواهر برادرم اینا آمدن ایران و تقریبا پدر بزرگم بعد از نزدیک 2 ماه دوباره برگشت مزار شریف و من در اون 2 سالی که مادرم اینا رفتن روزهای بسیار بسیار سخت رو گذراندم. یادم میاد وقتی که مادرم اتوبوسی که مادرم برد من برگشتم خانه، هوا سرد بود، یادم میاد که کرسی گذاشته بودیم، حالا کرسی که ما اونجا بهش میگیم صندلی، که من برگشتم لباسای مادرم اونجا بود، که من خودم انداختم روی لباسای مادرم، اینقدر گریه کردم یادم میاد کس میکردم قلبم داره وای میسه، یعنی اصلا نمیتونستم نفس بکشم. بسیار بسیار سخت رو گذراندم تا اینکه کم کم عادت کردم به اینکه باید تنها باشم.
مدرسه ما سوخته بود دیگه، در مدرسه بسته شد و تمام بچهای روستایی همه پراکنده شدن، همگی حالا تعداد زیادی که رفته بودن و روستا تقریبا خالی شده بود. یادم میاد یک خونه ما بود با فاصله بسیار زیاد، یک خونه دیگه از فامیلای دیگه بود، باز می‌رفتیم یک 5 تا خونه خالی بود، باز یک خونه دیگه همینجوری مونده بود. یادم میاد یک روز بعد از ظهری رفتم مدرسه، هم از دیوار مدرسه هم رفتم بالا و کلاسمون رو نگاه کردم و خیلی ناراحت شدم. دیدم که همون کلاس که من الان کلاس اول دوم اونجا خونده بودم، رفتم پشت پنجرهش از اونجا نگاه کردم داخل کلاسمون، دیدم که کلاسمون گرد خاک گرفته بود و تقریبا مدت شاید بیش از یک نیم سال دو سال بود که تعطیل شده بود و در پنجره پشتش هم سوخته بود، همه سوزانده بودن و با این ترتیب دیگه درس که کلان رها شد. واقعیت اینه که یکی از شگفتی‌هایی که من در طول زندگیم برخوردم، یکیش هم همین مدارس خودگردان بود. چند سالیه که مواجه شدم با یک پدیده به نام مدارس خودگردان که به همت مهاجرین افغانستانی آستین بالا زدن در طول این چندین دهه برای هموطنان خودشون، برای سواد آموزی اونها، برای ارتقای تحصیلی اونها اقدام به مدارسی کردن که با کمترین امکانات، با تنگناهای مختلف اقدام به مدارسی کردن که بتونن بچه های افغانستانی رو در مقاطع مختلف تحصیل کنن. چهار ساله با مجموعه فرهنگ دارم کار میکنم و جا مدرسه فرهنگ، مدرسه خودگردان فرهنگ برای کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی که نمیتونن وارد مدرسه دولتی بشن، حالا بنا به دلایلی، حالا بچه هایی که مدرک اقامتی ندارن یا که مدرک اقامتیشون از شهرستانه یا که جدیداً از افغانستان اومدن و وارد هیچ سیستمی نشدن و بچه ها اینجا میان درس میخونن. و این بسیار بسیار روزهای سختی بود که اثر گذراندیم. همه اینا باعث بانش جنگ بود که باعث شد تمام روستا تخلیه بشه، تمام آدم ها برن و زندگیشون رها بکنن و مادرم پیشتر از اون رفته بود، پدرم رفته بود. پدر بزرگم دید که من خیلی دیگه ناراحت و افسردم، من هم همراهشون فرستاد، گفتم بیا به سمت ایران. سالها قبل پدر مادر من هم مثل خیلی های دیگه تصمیم گرفتن که افغانستان رو ترک بکنن و برن به یه جایی که امن باشه. خانواده من ایران رو برای مهاجرت انتخاب کردن. راستش روز اولی که وارد ایران شدم، ایران به نظر من جای خیلی عجیبی بود، چون دیگه من صدای انفجار نمی‌شنیدم. مادرم به راحتی بدون اینکه پدرم همراهش بره میتونست بره بیرون و به راحتی خرید بکنه. خواهرم دیگه نیاز نداشت که برقه بپوشه و پدرم همه زمانی که ما توی افغانستان بودیم آرزو داشت که یک کتابخونه داشته باشه، ولی توی ایران میتونست که یک کتابخونه پر از کتاب داشته باشه و هر روز هم روزنامه بخونه، چیزی که توی افغانستان غیر ممکن بود.
خب من دوره لیسانسمو در دانشگاه کشاورزی کرج اونجا در سال آخر دانشگاه بودم اونجا گذراندم که با چند تن از بچهای افغانستانی و هموطنان اونجا هموطاق بودیم. موج دوم مهاجرت کم کم شروع شده بود و شرایط کشور تحت سیطره کامل طالبان بود و خب خیلی ها باز دوباره داشتن می اومدن سمت ایران و چند سال قبل از اونم اکثریت شهرهای افغانستان سقوط کرده بود و به دست طالبان افتاد و مهاجر زیاد اومده بود. خب اینا شرایط ورود به مدرسه دولتی رسمی رو نداشتن و خیلیشون پشت درهای مدرسه مونده بودن و یادم میاد که خب خیلی از فامیلایی که در مناطق مختلف زندگی میکردن میگفتن خب شما که حالا درس خوندید بیایید یه کاری برای این بچه‌ها بکنید. آخرای سال 78 من و اون بچه‌ای که با هم دیگه بودیم تصمیم گرفتیم که بیایم این یک مدرسه باز بکنیم در یک منطقه. خب بعد از جستجوی فراوان خونه رو پیدا کردیم و همینجا همین خونه کت و فعلی الان فعلا کتابخونه مدرسه است همینجا رو گرفتیم و خیلی با کمترین امکانات رفتیم موکت خریدیم و پهن کردیم و یه تخته هم زدیم به دیوار رو دیگه فراخوان دادیم برای دانش آموزا و برای معلمین که در مدت کمتر از یک ماه حدود 300-350 دانش آموز آمدن ثبت نام کردن. امروز هم پسرهایی که میرن کلاس بالا یکی یکی اینجا میام همدیگه رو بغل میکنیم. بعد من یه عادت دیگه هم دارم بچه ها میدونی دوستان که بغل میکنم چی جوری بغل میکنم؟ بغل برمی کنم سه بار بغل میکنم جوری تاپ 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 میذارم. آقای موسوی وقتی که وارد مدرسه میشن همه بچه ها واقعا ذوق زده میشن و همه دوست دارن که با ایشون صحبت بکنن. آقای موسوی فقط اینجوری نیستن که فقط یک مدیر باشن و حالا کارهایی که مربوط به یک مدیر هست رو انجام بدن. همیشه توی هر مشکلی که بچه‌ها باهاش مواجه هستن آقای موسوی سعی میکنن که بچه‌ها کمک بکنن و اون مشکل رو حالا هر مشکلی که باشه رو حل بکنه. دیدم که بارها با خانواده‌ها صحبت کردم برای اینکه بتونن یک دانش آموز رو برگردونن به مدرسه. سه دفعه بچه‌ها. شگفتی کار اینه که مدارسی خودگردان در طول این دهها توسط خود مهاجرین انجام شده بدون هیچ بودجه‌ای، بدون هیچ کمک از جایی، صرفاً و صرفاً به همت عالی خودشون این کار انجام شده و در طول این مدت‌ها صدها هزار دانش آموز از این مدارس فارغ التحصیل شدن، به مقاطع بالاتر رفتن. حتی اگر ما می‌خوایم کشور رو نجات بدیم، اگر جهان می‌خواد نجات پیدا بکنه، باید به کودکان توجه بکنیم، باید آموزششون بدیم، باید آموزش درست بدیم، باید به اونا دوستی رو بیاموزیم، همزیستی رو بیاموزیم، این که از تعصب دورشون بکنیم. خیلی فرق میکنه حضوری با آنلاین. دقیقا برعکس اون چیزی بود که ما فکر میکردیم، یعنی بچه هایی که همیشه سر موقع مشقاشون آماده خیلی ترتمیز و اینا امروز اومدن حتی نشانه ها رو نمیشناسن، یعنی همه کارا رو داشته بزرگتر انجام میداده. من چقدر خوشحال بودم، گفتم که حداقل از توی کلاس 24 نفره 10 نفر هستن که وضعیتشون اینجوریه که خوب یاد میگیرن. اینکه حضوری این کارا رو انجام میدیم بچه ها راهش رو یاد میگیرن، راه انجام کار رو یاد میگیرن. وقتی من ایشونو میبینم صبح تا شب تمام فکرشون در مورد اینه که برای بچه ها میتونن چی کار کنن. مدرسه ما با مدرسه دولتی خیلی فرق داره، یعنی از لحاظ ساختاری آقای موسوی تمام تلاششون رو کردن که بچه ها کتاب خون بشن، بچه ها لذت ببرن، بازی کنن، با همدیگه دوست باشن. تنها تعلق به جایی و معنی و جهتی در زندگی است که انسان را از این احساس که چون ذره‌ای خاک بالاخره مغلوب کوچکی خود خواهد شد به دور می‌دارد و اگر نتواند خود را به نظامی که به زندگیش معنی و جهتی می‌بخشد مربوط کند، درونش لبریز از شک خواهد شد و همین شک سرانجام قدرت عمل یا به عبارت دیگر قدرت زندگی را در او فلج خواهد کرد. مدرسه ما
مدرسه فرهنگ فقط یک مدرسه نبود، یعنی جایی بود که اگر هر کسی هر مشکلی داشت همیشه اینجوری بود که حلش میکنیم همه با هم و اون مشکل فقط به اون فرد بر نمیگشت. خیلی از وقتها من در جریان بودم که خیلی از همکلاسی های من خانواده هاشون اجازه نمیدادن که بیان مدرسه یا بچه ها مشکل داشتن و میدیدم که آقای موسوی خودشون میرفتن صحبت میکردن و قانع میکردن خانواده رو که حتما بذارن این دانش آموز بیاد مدرسه و درس بخونه. خیلی به فکرن، یعنی به فکر مثلا یک دانش آموز میاد. این دانش آموز خیلی سختی کشی، مثلا اینجا ما دیگه نمیتونیم ثبت نام کنیم، ظرفیتش رو نداریم. باز هم آقای موسوی میگن نه ثبت نامش کنید. یعنی انقدر به فکرم، یعنی که شما این دانش آموز رو ببینین که این چه مسیرهایی از سر گذرونده، یعنی چه سختیهایی گذرونده، چه سختیهایی دیده، الان اومده پیش شما. یعنی انقدر به فکرن، یا که هر کسی که مراجعه میکنه آقای موسوی واقعا کمک دهن برای ایشون، برای اونها، و اینکه وقت میذارن و اون نگاه خیلی انسانی دارن. من همین روزا چون در مدرسه‌ام با این مهاجرینی که در این روزها با چه سختی ها و مشکلات و مکافات تونستن از اونجا فرار بکنن، آمدن بچه های کوچیک و وقتی که میان برای ثبت نام میان، من طرف چهره بچه ها نگاه میکنم، میبینم که بالاخره بچه های هستن که از همه جا، یعنی جایی برای درس خوندن ندارن، و میبینم کنار مادرشون وایستاده. من به همکارم میشه گفتم نگاه بکنید طرف اون بچه‌ای که کنار مادرش وایستاده و منتظره که شما بگین ثبت نامت میکنیم یا نه، با چه استرسی داره نگاه میکنم اینجوری. من خودم وقتی با من روبرو میشن سریع میگم بچه کمتر استرس بکشه، میگم نگران نباشید من بچه‌تون ثبت نام میکنم، هر مدرک داشته باشید، هر جور که باشید. زمانی که برای اولین بار آقای موسوی دیدم، آقای موسوی مثل همیشه پرمشغله، گوشیشون خیلی تماس دارن چون که 24 ساعته، یعنی خیلی مراجعه کننده دارن و خیلی ها یه مشکلی دارن و میخوان که آقای موسوی مشکلشون رو حل کنه. و با آقای موسوی صحبت کردم و آقای موسوی شنونده خیلی خوبین، یعنی من حالا به خاطر شرایطم که نتونستم وارد دانشگاه بشم، اما اومدم اینجا یه فرم درخواست همکاری دادم. وقتی وارد کار آموزش شدیم فکر میکردیم فقط همین خواندن نوشتن هست، اما یعنی پیش از ورود به این چیز، در اوایل ورود به کار آموزش، اما وقتی وارد شدیم دیدیم که فقط چیز نیست، فقط صرف خواندن نوشتن نیست که به بچه شما خواندن نوشتن یاد بدیم. ما کتاب نیاز داشتیم، معلم خبره نیاز داشتیم، نمیدونم خیلی از بچه‌ها دوست داشتن و خوانی بودن که راجع به افغانستان بدونن، نمیدونم برنامه فوق برنامه نیاز داشتیم، کلاس زبان داشتیم، عده زیاد مراجعه کردن برای کلاس‌های سواد آموزی، مادرها و پدرها و خیلی بخش‌های مختلفی که دیگه فعال شد. و اینکه امتحانات رو برگزار بکنیم برای بچه‌ها، چه جوری برگزار بشه، گروه که امتحان برگزار می‌کنن، نمیدونم بچه‌ها نیاز به مجله دارن، نیاز به کتاب درسی دارن، نیاز به کتاب تاریخ دارن، جغرافیا دارن، دیگه دارن. همه اینها یکی یکی و هر چه جلو می‌رفتیم اینا نیازشون احساس میشد و ما تیمی که اونجا بودیم باید برای اینا سریع برنامه‌ریزی میکردیم و کار میکردیم. بیا ای مهربانم، بیا آرام جانم، کلام زیر لب دارم، میخوام با تو بخونم. سالها پیش پشت یک ماشین نوشته بود کجا با این عجله، مقصد خاک است. نمیدانم چرا گاهی یاد این جمله میفتم و به آخرین گامی که در این جهان برمیدارم فکر میکنم. هر گاه یاد این جمله میفتم، یاد قبری با دهان باز میفتم با آدم های بیل به دست که میخواهند هر چی زودتر بگذارندم درون آن چاله و با سرعت تمام با بیل هایشان رویم خاک بیاندازند. و آخر سر تپه کوچک خاک با چند شاخه گل پژمرده و یک سنگ لیخت که روی آن کاشته شده و تابلوی فلزی که روی آن نوشته شده است نام نادر موسوی، نام پدر سید انور. با آدم هایی که با چهره به ظاهر محزون باز میگردند و تو میمانی زیر آن تپه خاک و برهوتی که گاه گاهی صدای زوزه سگی بلگرد از دور دست ها می آید. آنجا سرانجام است و همان مقصدی که پشت آن وانت نوشته بود. این صحنه را بارها و بارها با چشمانم دیدم.
در مورد شخصیت آقای موسوی میتونم بگم که یاری رسانه به همه، از کودک گرفته، کسی که میخواد درس بخونه، کسی که میخواد بره کار بکنه، کسی که تازه از افغانستان اومده دنبال خونه میگرده، کسی که دنبال پزشک میکرده، هر کسی هر جایی کارش گیر بکنه توی حوزه مهاجرین، یعنی فقط مختص آموزش نیستش، توی هر زمینه رجوع میکنن به آقای موسوی و آقای موسوی هم تمام تلاششون رو میکنن و من نشنیدم از ایشون که بگن نه من مختص آموزش کار کردم، اگه بچه مدرسه ای داریم بیاریم مدرسه. توی همکارا مشکل دارن تو زمینه درمان، هزینه های پزشکی، آقای موسوی همیشه یاری رسانه همه بودن. اگر آقای موسوی نبودن و این مدرسه رو برای بچه ها تأسیس نمی کردن، من و هزاران دانش آموز دیگه افغانستانی که نمی تونستن وارد مدرسه دولتی بشن، جایی که الان هستیم نمی بودیم. من خیلی از همکلاسی هام، هم مدرسه هام رو می بینم که توی نقاط مختلف دنیا دارن زندگی می کنن. آدم هایی هستن که حالا پزشک شدن، بازیگر هستن، کارگردان هستن، فیلمساز هستن، مهندس هستن. اگر آقای موسوی نبودن قطعا هیچ کدوم از ماها این آرزوهایی که داشتیم و جایگاهی که الان هستیم نبودیم. فکر می‌کنم 23 زنگی باشه که ما زنگ مهرمایی باشه که ما امسال به صدا داردیم برای بچه ها و خوشحالم خودم که و در طول این سالیان تلاش کردم که اون مشکلاتی که جامعه ما دامنگیرش هست، ریشه های اون مشکلاتی که باعث شده این اتفاق در کشور بیفته، این بلا به سر کشور بیاد، اینا رو در مدرسه خودم شناسایی بکنم و در مدرسه نذارم که همچی چیزای شکل بگیرن. علت اصلی این موفقیت وجود خود آقای موسویه که چندین ویژگی در شخصیت ایشون هستش که تونسته این مدرسه تا اینجا موفق بشه. تلاش کردم مدرسه جایی باشه که هر کس، هر کودکی که بازمانده از تحصیلی است که پا به اونجا میگذاره، اونجا رو خانه خودش بدونه، اونجا رو جای آرامش و پر از شادی ببینه، برای یادگیری، برای دوستی، برای آگاهی، برای کتاب خواندن، برای دانش آموختن. آقای موسوی، من همه این سالها شاهد بودم که سخت برای بچه‌ها تلاش می‌کردن و زمانی هم که مشکلاتی برای مدرسه پیش اومده بود و مدرسه بسته شده بود، دیدم که بیشتر از ماها ایشون نگران بودن و همه جوره سعی میکردن که هر جوری شده مدرسه رو باز نگه دارن. حالا هم میگن اگر حتی یک دانش آموز هم باشه که نتونه بره مدرسه و مدرسه ما، مدرسه فرهنگ، آخرین امیدش باشه، من این مدرسه رو درش رو باز نگه میدارم تا اون بچه بتونه درس بخونه و به جایی که میخواد برسه. مطمئناً نسل‌های بعد قدر ایده‌ها و حالا نگاه آموزشی که ایشون دارن رو خواهند دونست و فکر می‌کنم ایشون برای این دوره از تاریخ نیستن. اما خوشحالم که تو این دوره با ایشون همکار بودم و هستم و توی همین ایده هایی که دارن و دارن پیاده میکنن شاهد این پیاده شدن این ایده ها برای بچهای مدرسه هستن. بوستان سعدی رو پدر من بخش عمدش حفظ بود، حافظ رو بخش عمدش حفظ بود، شاهنامه رو خیلی ابیاتش حفظ بود و در همون کودکی خودش در اون روستای علی چوپان اونجا میخوند. من سعی کردم با تکیه بر این ریشه های یگانه ای که داریم بچه ها رو پرورش بدم و در اینجا هم به شاگردانم گفتم بچه ها شما که الان در ایران زندگی میکنید، سرزمین شما ایران هست، همین مردمی که دور برتون میبینید هموطنان شما هستن، اینا رو دوست داشته باشید، زبانشون یاد بگیرید، کمکشون بکنید، ازشون کمک بخواید. علارغم اینکه از کشور خودش پا به ایران گذاشته، با وجودی که بالاخره ایران کشور غریبی نیست و برای خودشون یه وطن دومی است، با این حال بازم مقررات، ضوابطی که هر کشوری برای خودش داره میتونه موانع ایجاد بکنه که اینا تونستن این موانع پشت سر بگذارن و
یک مدرسه رو در حد اندازه استانداردهای خیلی خوبی سر پا نگه دارن. این از پشتکارشون بود و تمام تلاش ما این بود که دانش آموزی پرورش بدیم که بتونه با آدمهای اطرافش تعامل بکنه، بتونه در خیشتن خیش با خودش در صلح باشه. اینو اگر ما نتونیم در کودکان به وجود بیاریم و همیشه سر ستیز با آدمهای دیگر رو داشته باشه، خودش هم در آرامش نخواهد بود و در خانه روی آرامش رو نخواهد دید، در شهر روی آرامش رو نخواهد دید و در کشور روی آرامش دیده نخواهد شد. فروتنانه ایشان، روحیه خیلی متوازه ایشون باعث شده که انبوهی از دوستان و آشنایان ایرانی و حتی غیر ایرانی خارج از کشور رو جلب خودش بکنه و از حمایت اونا برخوردار بشه. این هم یکی از ویژگی‌های آقای موسوی بود. سلام آقای موسوی. سلام به شما و سلام شما بخیر. خوشحالم که بعد از 2 سال من شما رو اینجا میبینم. 2 سال پیش مهمان مرکز خوب شما بودم. خواهش میکنم. نقش آموزش و پرورش در ترویج صلح چطور هستش؟ خواهش میکنم. من هم جوری داشتم سپاسگزاری میکردم، یک تعداد موندن. من واقعا سپاسگزارم از تمام معلمین عزیز و مدیران مدارسی که در سراسر ایران این روزها همونجور گفتن سختی کارشون چند برابر شده و به ویژه اونهایی که با کودکان مهاجر هم سر کار دارن و اینا رو پذیرای اینا هستن و آموزش میدن. و همچنین بقیه معلمان مدارس خودگردان و دوستان بسیار زیاد در سالمانهای مردونه ها. این بهترین کاری که بوده که من میتونستم بکنم و خوشحالم. واقعا هر بار نگاه میکنم به گذشته خودم، نگاه میکنم میگم اگر به برگردم به 20 چند سال پیشم، باز با علاقمندی تمام با همین راه انتخاب خواهم کرد، اما شاید در روشام تغییرات بیارم و موثرتر، با برنامه‌تر، دقیق‌تر و بهتر بتونم کار بکنم. خوشحالم که یک معلم هستم، خوشحالم که در حوزه فرهنگ، در حوزه دانش برای کودکان کار میکنم. کودکانی که واقعا خیلی وقتا گفتم پناه دیگه ندارن. فرهنگ‌دوستیشون، فرهنگ دوستیشون، علاقه به دانش و فرهنگ و هنر مرز و بوم ایران و ایرانی و افغانستانی فرق نمی‌کنه که اینا یه فرهنگ دارن، ایشونو شاخص کرده به طوری که علاوه بر مدرسه این کتابخونه رو راه انداخته که ما تونستیم از همین طریق هم این کتابخونه رو توسعه بدیم و جلسات کتابخونی رو در سطح دانش آموزان، در سطح دبیران راه اندازی کنیم که به موفقیت خیلی چشمگیری هم تا اینکنون نائل اومدیم. میگفتم نادر خوشحال باش و خوشحالم که یک جایی رو تونستیم به کمک بقیه همکاران باز بکنیم که بچه‌ها صبح که سر از بالش برمیدارن بیدار میشن، میگن منم یک جایی دارم، یک مدرسه‌ای دارم که میتونم برم بودم اونجا با شادمانی درس بخونم، سواد خواندن نوشتن یاد بگیرم. خوشحالم که یک معلم هستم، خوشحالم که برای کودکان دارم کار میکنم. 23 سال یک مدرسه رو در یک منطقه‌ای که حالا قشر آسیب پذیر نگه گذاشتن خیلی کار آسونی نیست و خیلی کار سختیه. واقعا دمتون گرم که مدرسه رو نگه گذاشتین و یه امیدی بود، یه روزنه امیدی برای خیلی از بچه‌ها بود، چون که خودم منم توی 2 سال در مدرسه خودگردان درس خوندم و قدر این مدرسه ها رو میدونم. من تمام تحصیلات خودم رو در ایران بخش عمده شده، یعنی بخش عمده که دیگه همه تحصیلاتم در ایران گذراندم. هرچی آموختم، هرچی فرا گرفتم مدیون آموزگاران همین آب و خاک هستم
مدیون آموزگاران خوب ایران هستم. لازم میبینم سپاسگزاری بکنم از تمام آموزگاران خوب ایرانی که همین امروز که ما اینجا نشستیم تقریبا حدود 500 هزار تا دانش آموز مهاجر افغانستانی در مدارس دولتی در کنار دانش آموزان ایرانی دارن درس میخونن و زحمت آموزش اینا، دشواری آموزش اینا به دوش آموزگاران خوب ایرانی هست، به دوش مدیران مدارس هست و من از همینجا سپاسگزاری میکنم از یکی یک آموزگاران خوب ایرانی که بچه ها را آموزش میدن، دست مهربانی بر سر این بچه ها میکشن، بچه هایی که واقعا وارد جهان هر کدام از اینها بشید میبینید که چقدر سختی ها رو رد کردن، چه مشکلات رو طی کردن، چه مصیبت های را سر گذاندن و الان روبروی شما نشستن. هر جا برن سفیر مهربانی شما خواهند بود، هر جا برن این یادگار ارزشمند از شما خواهند بود و هر جای هم برن، در افغانستان برن، در نمیدونم ایران بمونن، هر جای جهان که برن، باز دوباره این رشته الفت و دوستی رو شما با همین لبخندتون، با همین مهربانیتون، با همین کارهایی که دارید میکنید و همین آموزشی که میدید در دل این کودکان خواهید کاشت و اینا از یاد نخواهند رفت. سپاسگزارم از یکایکتون، دستتون رو میبوسم و آرزوی سعادتمندی برای ایران، برای افغانستان و برای این اجتماع دارم. موسوی چه بخواد برای کشور خودش خدمت کنه، چه بخواد به هموطنهای خودش خدمت کنه، چه بخواد برای کشور میزبان که ایران باشه خدمت کنه، بهترین راه رو انتخاب کرد و اونم دعای کردن یه مدرسه خودگردان و کمک به تحصیل بچه هایی که امکان تحصیل براشون به راحتی فراهم نبود و امروز شده یک الگو، یک سمبول برای سایر دوستانی که بتونن تو این کار قدم بردارن. آقای موسوی، آقای مدیر، من از شما سپاسگزارم که بودین و برای ما این فرصت رو مهیا کردین، برای ما کودکان افغانستان سپاسگزارم. موسوی عزیز، ازتون بابت همه این تلاش ها و زحماتی که برای من و همه بچه های مدرسه کشیدین ممنونم. ممنونم از اینکه کمک کردین من گلی باشم، گلی رو پیدا بکنم، گلی که الان میتونه کتاب بخونه، میتونه بره دانشگاه و آرزو داشته باشه، شاید بعدن هم یک روانشناس بشه. اگر شما نبودین قطعا من این گلی که الان هستم نبودم، گلی که خودش رو الان دوست داره. شاید اون زمان خودم رو دوست نمی‌داشتم و شاید نمیدونم، شما به من و همه کمک کردین، همه بچه های مدرسه به زندگی هممون یک رنگ اضافه کردین که اگر شما نبودین شاید اون رنگ نبود و یه چیزی کم داشت که الان با وجود شما و زحماتتون اون رنگه هست و ممنونم بابت همه این سالها، همه تلاشها و براتون آرزوی موفقیت میکنم.